تو این ویران سرای آهن آباد همه حیثیت عشق رفته بنباد، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بن‌بست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. درود بر شما هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت خبری ایران رزیست که به معنای ایران مقاومت میکند هست، و طبق قرار هر دوشنبه تحلیلی از اخبار هفته گذشته رو بر اساس اخبار واقعی نظام، یعنی اون چیزی که از سوی خبرگزاری های نظام چاپ شده، در اختیار شما میذارم. چون هر خبرگزاری خبر رو به طوری نشون میده، یک خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، اون یکی نزدیک به رفسنجانی، یکی نزدیک به دولت، یکی نزدیک به روحانیت، و همه اینا نشون میده مزه دهن این چیزا، این گروه ها چیه، و نه اینکه خبر به یکسان نیستش. ولی بعضی از هموطنان در سایت های مختلف میان خبرها رو دستکاری میکنن، کلمه هاشو عوض میکنن، بدون اینکه ببینن واقعا کل محتوا رو کاملا خراب کردن. به هر حال همونجور که من همیشه یادآوری میکنم، اول یک تاریخچه کوچک از وضع، که همیشه یادتون باشه از کجا آمدیم، از کجاها رد شدیم و نزدیک به کجا برسیم. و شاید بسیاری از شما هر هفته یادتون بره، ولی من رو یادآوری میکنم و مطمئنم که عده زیادی خوششون میاد. مسئله ما یک مسئله انقلاب اسلامی نیست، ربطی به اسلام نداره. اگر ما مثلا سنگ میپرستیدیم، اینا میرفتن دنبال اون مذهب سنگ پرستی، ما رو در خریت مذهب نگه دارن، در عقب موندگیاش بیان مملکت ما رو بچاپن. اولی کسی که علاقمند شد مملکت ما رو بچاپه انگلیسی ها بودن. اون موقع هنوز نفت پیدا نبود، مسائل دیگری بود، منابع زیرزمینی دیگری بود، نرسیدن دست خارجی ها به هند و چین بود، و اینها هدفشون تجزیه ایران بود. همه ایران رو شبکه درست کرده بودن که هر لحظه اراده کنن ایران رو تجزیه کنن، هر قسمتش رو در عدم آرامش نگه دارن که سد راهی برای رسیدن به هند و چین باشه. ولی وقتی نفت پیدا شد، اینها با همین شبکه ها در ایران یک انقلاب تقلبی درست کردن، یک دورگونی سیاسی آوردن با گروه های فراماسون در روحانیت، در بازار، در عشایر به اسم انقلاب مشروطیت. همه این گروه های وابسته رو بردن به مجلس و اونجا قراردادهای نفتی نوشتن که مهر مردمی پاش باشه و نیان بگن که یه پادشاهی بوده، زورگو بوده، این رو نوشته، و هر حکومت که اینو بندازه همه قراردادها زیر سوال بره. آمریکایی‌ها وقتی وارد مسئله نفت شدن، دیدن نمیتونن راه دیگری پیدا کنن جز اینکه اونها از راه به اصطلاح قانونی مهرهای خودشون رو به قدرت برسونن. اول دنبال رضا شاه رفتن، دیدن ملی طرح هجوم به ایران رو آوردن، نظمی رو که نظم از یک طرف نظم شاهنشاهی بود، از یک طرف دیگه نظم داخلی گروه‌های وابسته به انگلیس رو به هم بزنن، موفق نشدن. پس از اون دنبال مصدق رفتن و تونستن 40% از سهام نفت ایران رو به دست بیارن. ولی بعد شاه اوپک رو درست کرد و اینا همه
هرچه در توان داشتن در کودتاهای مختلف میخواستن شاه رو سرنگون کنن و در نهایت از سال 1973 وقتی که گفت قراردادهای نفت و دیگر امضا نمی کنم، یعنی وقتی که مذاکرات سر مسئله کنسورسیوم به شکست خورد، با تمام قدرت گروه های ملی مذهبی و که از به اصطلاح الهام گرفت شده از سیستم انگلیسی بود رو به کار انداختن. انگلیسی ها وارد بازی شدن تا مورای خودشون رو سر کار بذارن و چون دیدن آمریکا با تمام توان وارد بازی شده و اینا موفق شدن از اول شریعتی رست کردن، خمینی رو وارد معرکه کردن، بعد با رفسنجانی قتل های زنجیری اول انقلاب رو با گروه فرقان انجام دادن و بعد هم با حوزه ولایت فقیه رو آوردن و بخشید و اومدن بازی رو از دست آمریکا در آوردن. آمریکا از همون اول وارد جنگ فرسایشی اقتصادی با ولایت فقیه شد و نه با جمهوری اسلامی. هدفش ضعیف کردن اقتصاد نظام، ایجاد حالت شورش در بین مردم و اینکه اینا بیان از ترس اینکه ضد انقلاب بشه قدرت رو از راه انتخابات پس بدن که باز همون سیستمی بشه که مورای مزدور با قیافه دموکرات در سر کار باشن و قراردادها غیر قابل زیر سوال بردن باشه. رفسنجانی که مورای اصلی انگلیس در بازی شده بود، چون جوانترین آخوند این دار دسته بود، اومد و مدیر بازی جنگ برعکس شد از راه تروریست برای و جنگ در منطقه برای عقب راندن آمریکا. آمریکا وارد جنگ فرسایشی قوی تر کرد، موقعیت خود این بابا به خطر افتاد، اومدن با مهرهای دیگر انگلیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو درست کردن، تمام تصمیم گیری‌ها رو اونجا بذارن، آخوندهای دیگر رو از بازی عود کردن. همه آخوندها در بازی اقتصادی شریک بودن، سهم می‌بردن، ولی حق نظر دادن در مورد سیاست و سیاست خارجی رو نداشتن. بعد وضعش خرابتر شد، اومد دلار رو ارزان کرد که این آخوندزاده‌های پولدار رو در مملکت بمونن و فرار نکنن. خاتمی رو آورد سر آمریکا، یا شیره به ماله، یکم شروع کرد همون خاتمی لاست دادن با روسا و چینیا و در نهایت قراردادهای بایبک که با نفت به یک چهارم قیمت، گاهی به یک پنجم یا یک ششم قیمت، که همه رو نگه دارن و آمریکا رو بازی بدن. در نهایت این سیاست‌های غلط رفسنجانی و نوچه‌هاش مثل خاتمی و احمدی نژاد بودش که با دلار ارزان مملکت رو به خاک سیاه نشان، چون واردات رو جای تولیدات رو گرفت و رابطه‌ای هم نتونستن با چین و روسیه ایجاد کنن، چون اونا حواسشون هست که اینا میخواستن وقت بخرن با انگلیس بمانن یا در نهایت برن با آمریکا. و همه گفتن پرونده به مجمع شورای امنیت سازمان ملل بره و که خودشون هم سهیم باشن در فشارها در این نظامی که خود این چینی ها روسا که نخواسته بودن این بیاد، آمریکا این انگلیس خواسته بودن، خود اونها هم فشاری بتونن بیارن و مسیر در رژیم رو در مسیری بندازن که به نفع منافع خود اونها باشه. این وقتی مسئله بحران ها ببخشید تحریم ها جهانی شد، اینا در یک حالت بحرانی قرار گرفتن، چون دیگر دلار نمی اومد، چون همه و همه چی چون وارداتی بود، یهو مسئله ذخیره ها پیش اومد، اومدن قیمت ها رو بردن بالا. عده زیادی از جوانان که از فقر به نظام پیوسته بودن به بسیج وارد شده بودن، اونها هم رفتن زیر خط فقر و دیدن دیگر چه فایده داره برای این رژیم باتون بکشن رو سر مردمی که از خودشون فقیرترن و در تظاهرات حمله نمی کردن به مردم، فک و فامیلاشون هم در تظاهرات رسمی نمی رفتن و حالتی پیش اومد که اگر حرکت مردمی پیش بیاد، اینها با مردمن و نظام سقوط میکنه. یه مسئله عوض شد، اینا هایی گفتن ما تضمین امنیتی میخوایم، تضمین امنیتی میخوایم، چون میخواستن تضمین بگیرن بتونن از ایران فرار بکنن. در اون موقعیت لاریجانی شروع به مذاکره از راه نهاوندیان با آمریکایی‌ها کرد و وقتی سد راه شد، رفسنجانی اومد با پالیزدار پرونده‌های کثافتکاری‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رو روی کار ریخت که بازی رو به هم بزنه.
انگلیسی ها علای مبصرشون در مجلس توکلی اومدن و پرونده دیپلم اون یارو دست راست لاریجانی به اسم الان اسمش یادم نیست بابایی بود گفتن دیپلم نداره و اینها درازش کردن. به هر حال لاریجانی رو حذف کردن و بعد از اون رفسنجانی وقتی برای به حفظ نظام با کمک انگلیسی ها و بی بی سی جنبش سبز رو آوردن، مردم رو به هوای انقلاب واقعی به خیابان بکشن، کلاه شرعی همسر خود مردم بذارن، دوباره همسر دنیا و چه دموکراتیک بهشون بدن، اون چیزی که نقشه قدیمی انگلیس در ایران بوده و نقشه آینده آمریکا در ایران. ولی این مسئله از دستشون در رفت، مردم با شعار مرگ در جمهوری اسلامی به خیابان اومدن، پاسداران حمله نکردن، بسیجی ها حمله نکردن، فقط یه دل لباس شخصی وابسته به رفسنجانی نظام رو میخواستن حفظ کنن و پولدارا دیدن نظام وابسته شده به یه حدود آیه ده آدم که 60-70 نفرن و حالت فرار از مرکز پیش اومد، همه شروع به فروش سهام کردن برای خرید دلار و طلا و فرار از ایران. رفسنجانی به این بازی ادامه داد چون خودش یه مهره سوخته تروریسمه و این باعث شدش که حوزه این رو کنار بزنه، یکی از نوچه هاشو بیاره، همون سیاست های این رو بتونه اجرا کنه، بامبور عقب جلو لبخند چه میدونم با این لاس دادن با اون لاس دادن و یکم هم چشمک به سبز و مذاکره با آمریکا برای گرفتن تضمین امنیتی، اگر اوضاع خراب شد سبز هم عجیبش در بیاره، همه یه سبز بشن و به مردم بپیونن، خوش خورم حداقل اگر جانشون رو نتونن برای همیشه نجات بدن حداقل همون یک ساعت وقت بخرن تا فرودگاه های شخصی خودشون برسن و فرار کنن. و اینکه من هر هفته میگم خیابان ها رو بگیرید، یکی از دلیلاش اینه که سد راه فرار این خائنین به ایران خواهد شد و اینا به فرودگاه های شخصیشون نرسن، همونجا هر کسی هر کی اینا رو بگیره هر محاکمه ای بکنه نوش جانش، چون اگر برن رفتن و همه رازها و سرمایه ها رو با خودشون بردن. به هر حال این برنامه آوردن روحانی موفقیتی برای نظام نداشت، چون این بابا موفق نشد برنامه رو اجرا کنه، آمریکا فشار رو زیاد کرد، گفت مذاکره مستقیم، این بقیه همه رو زد کنار، شروع کرد مذاکره ولی نتونست با آمریکا رو بازی بده و در نهایت اوضاع نظام خراب و خرابتر شد با تحریم ها، با اعتصابات، با حمله جوانان به آخوندهای وابسته به نظام، کتک زدنشون تو خیابان. آمریکا اومد گفتش که تعلیق تحریم ها. انگلیس و روسیه گفتن نه آقا این باید بیاد جواب بده روی اتم، در حالی که خود اینا میدونن که جمهوری اسلامی اتمی نداره، نیروی توان نداره، رادار نداره، هواپیما نداره، ماهواره نظامی نداره، موشکی به دست بیاره به دردش نمیخوره، نمیتونه این رو شلیک بکنه به صورت درست، چون این موشک اتمی چیزی نیستش که موقع اصابت به زمین بتره، که این باید تو هوا بتره که در یه سطح فوق‌العاده‌ای که فشار این انفجار همه چو داغون کنه، در سطح زمین بهتره که فایده نداره و این تکنولوژی جمهوری اسلامی نداره. آمریکا آمد بعد از راه مذاکرات غیر مستقیم و گزارش های خوب سازمان اتمی میخواست وقت بخره. انگلیس در ریاست وزارت خارجه اروپا گفتش که قطعنامه حقوق بشر و تروریست نوشت که هیچ گونه سازشی بین اینا پیش نیاد. پس از اون بایکوت روز پاسداران بود، پس از اون روز اول مه کارگران تظاهرات کردن با کمک عدم ضربت نیروهای انتظامی و بعدم یک دختر جوان در خیابان این روسری ننگین رو برداشت، کسی بهش حمله نکرد، مسلمانی بهش نگفت بذار سرت و همه دیدن که این نظام نه پایه مردمی داره و نه پلیسی برای اینکه این دختر رو بازداشت کنه. در فردای اون روز، روز مبعث بود، 75% رؤسای نظام در کنار رهبر نبودن، رادان حذف شد، جعفری رو خود پاسداران الان مدتی حذف کردن، کنی رو به کما بردن که موقعیتی بشه که برن مذاکره بکنن با آمریکا. وقتی این حالت پیش اومد خودی ها وحشت کردن و بورس رو کرد، چون فکر کردن اینا دارن میبندن برن و اینها رو در مقابل مردم تنها بذارن. در
دو هفته بعدش هم یک بند مذاکره کردن و یک بند بورس سقوط کرد، چون که کسی نمیخواد اینا بسازن و در برن و این پولدارها رو بذارن در مقابل مردم. در هفته پیش اولین سالگرد انتخاب شدن روحانی بود، یک سالی که پر از شکست بود، دوباره آمریکایی‌ها گفتن بیا مذاکره و هفته پر از سقوط بورس بود، اعتصابات بزرگ در تهران که الان مدتی هر کسی در شهرستان هست مشکل داره به تهران میاد که فوق‌العاده جالبه، اگر موقعیتی پیش بیاد همه اینا در یک روز یا چند اعتصاب در یک روز اتفاق بیفته، پایه‌های نظام کاملا سست میشه. و در پایان هفته جواب یک سال شکست روحانی اومد که بلد نیست ماشین رو رانندگی کنه، این ماشین خسته رو چجوره به جلو ببره مقصد برسونه، اومدن و حوزه جلیلی رو گذاشت در مرکزی که بالای روحانی و ظریف باشه و در واقع میخواست جلوی پاسداران و لاریجانی رو هم بگیره، چون این جلیلی هرچند که از گروه پاسدارانه ولی پاسداران دوستش ندارن، چون نوکری قدرت وقت یعنی رفسنجانی رو میکرده و رقیب لاریجانی هم هست، چون سد راه این برای در دست داشتن همیشگی مذاکرات اتمی شده. برای در این هفته یک حالت فوق‌العاده‌ای بود که روحانی با رؤسای خودش در جنگ بود، رقبای روحانیت هم با روحانیت در جنگ در اثر رسید بازگشت جلیلی در مکان نظر دادن در مورد طرح اتمی و برنامه‌های دیگری هم بود. هفته قوه قضاییه بود در یه مملکتی که قوه قضاییه دست لاریجانی هاست که ضد روحانیت هستن و در داخل خود قوه قضاییه مشکله، چون نظرتن پارسال نتونستن اینا تمام قضات کشور رو که حدود 5-6 هزار نفرن در یه سالن جمع کنن، فقط تونستن 200 نفر رو جمع بکنن. این دفعه خواهیم دید که همین تعداد هم نتونستن جمع بکنن. روز اصناف بود و روزه و در پایان هفته روز صنایع و تجارت خارجی، در زمانی که اینا هم با اصناف مشکل دارن و هم با تاجران و سرمایه‌داران داخلی نظام، یعنی یک هفته کاملا پرتنش بود و بسیار وضع اینا میتونست خرابتر بشه. در جمعه 30 خرداد پایان هفته گذشته، درست فردای اینکه جلیلی در مکان نظر دادن روی تصمیم‌های آینده در مورد اتم یعنی بالای روحانی قرار گرفته بود، خبری از روحانی جایی دیده نشد، فقط ظریف گفتش که ما هستیم تصمیم میگیریم، یعنی من هستم و روحانی، و عملا خود این بابا خودش رو در مقابل ولی نعمتان خودش یعنی رهبران روحانیت قرار داد. در داخل نظامم چون هفته سنگینی در پیش بود، هفته عدم اجرای قوه قضاییه، عدم اجرای روز اصناف، عدم اجرای روز تجارت و این حرفا، اومدن باز 3 اعدام اعلام کردن، خبرهایی که زنان سبز کتک خوردن تا به نحوی بتونن مثلا اگر شلوغ شد از حربه اعدام استفاده کنن برای آرام کردن پولدارا، یا از مسئله این از این مسئله سبز برای اینکه بتونن مهرهای سبز رو وارد کنن و خودشون رو نجات بدن، در موقعی که عملا یک انتخاب بسیار سبک و بی‌وزنی بود. در مقابلش آمریکا آمد بلافاصله از روی کنگره اعلام کرد که این از موقعی که روحانی اومده 750 نفر اعدام شدن، یعنی اگر زیادی به این طرف سبز ما بلافاصله میچسبونیم عقب قضیه و این رو درست برعکس بر ضد خود شما استفاده میکنیم و پوستتون رو میکنیم، که در واقع اینا رو گیر بندازه و مجبور بکنه که بیان سر میز مذاکره بشینن و مثل بچه آدم کلید قدرت رو به مهرهای آمریکا پس بدن. در روز شنبه 31 خرداد که سال روز نزدیک به سال یک هفته مونده به مرگ بهشتی در بمب‌گذاری که البته کار رفسنجانی بود، این یه هفته قبل از اون بمب‌گذاری هفته تیر رو اسمش گذاشتن هفته قوه قضاییه، چون پایه‌گذار قوه قضاییه این سیستم ضد انسانی اسلامی
آیت الله بهشتی بوده. در همون مسابقه فوتبال هم بود، یعنی از دو طرف در حالت فشار بودن و فشار داخلی با به این صورت زیاد شدش که یک زمین لرزه‌ای در مناطق مرکزی ایران شد که عملا هیچ رسانه‌ای ازش صحبت نکرد. رسانه‌های آمریکا هم ازش صحبت نکردن، چون که دیدن ممکنه وضع این بابا، وضع این رژیم خرابتر بشه. در همون روز برادران دهقانی که دو نفر سنی کرد سنی هستن به اعتصابشون ادامه دادن، چون اینا رو سپاه پاسداران تهدید به اعدام کرده بود. من خواهش می‌کنم ویدیو شماره 1 و 20 ثانیه‌اش رو نشون بدید. مادر این دو تا پسر هفته پیش تظاهرات کرده، من اینو می‌خواستم نشون بدم ولی وقت نشده بود. حالا اینو 20 دقیقه 20 ثانیه‌اش رو نشون بدید، چون بسیار مهمه برای ادامه خبرها. حضور ایزن زجری ایمه چه جامنه خواه خواه بزانه کرم زجری گی چه جامنه خواه خواه بزانه کرمن بی گناه خواه ازانه تدا سامو گیری ایمه نمش که خواه قیده دا کرگانما سوال اسیرگا توان جمیقه بسرمانگا رب گا دکرگان منیجا یا رب العالمین خواه گدری. این خانوم تظاهرات میکرد و در اون روز وقتی این تظاهرات کرده بود هفته پیش، اینها نتونسته بودن آدم بفرستن اینو جمع بکنن، چون که نیروی ضربتی کم دارن. من هفته پیش گفتم اینا امکان بازداشت ندارن، ولی اونهایی که در زندان هستن گروگان اینا هستن و هر هفته یه دونه 10 تا 20 تا 30 تا رو میکشن و هر چقدر مردم ایران در قیام کوتاهی کنن، این مقدار پاشون نوشته شده که همه اینا رو واقعا یک روزی گناهشون و گناهش هرچند که مال رژیمه گردن خود مردم میفته، چون که رژیم تا اونجایی که جا داره اون تعداد زندانی که داره میکشه، چون میدونه که اگر بیفته همه دونه دونه اینا خودشون تیکه تیکه شدن. در اون روز جدا از این که این حالت اعتصاب این زندانیان کرد بود و حضور این مادر دوباره در مقابل زندان و نشان دادن این که نظام قدرت ضربت نداره، 50 نفر از کارگران تصفیه شکر اهواز هم به تهران اومدن در مقابل بانک ملی تظاهرات، چون بانک ملی از سرمایه‌داران این شرکت شکر اهواز. دولت در همون روز اعلام میکنه که مقدار مصرف برق ایران از مال فرانسه هم بالاتره، و این چیزی که من همیشه به شما میگم، اینها وقتی که خطر تحریم ها همیشه بالای سرشون، در هفته پیش مذاکرات شکست خورد، آمریکا صحبت از مسائل حقوق بشری کرد، احساس کردن که مسئله تحریم های به دیگری پیش خواهد اومد، انگلیس و اروپا ممکنه تحریم ها رو بیشتر بکنن و اینا نتونن سوخت وارد کنن، و سوخت وقتی نتونن وارد کنن نمیتونن برق تولید کنن، و وقتی برق تولید نکنن مملکت به خاموشی بره، در این گرمای زمه تابستان منجر به قیام مردمی میشه، حداقل منجر به تظاهرات پرتنشی میشه. و زود اعلام کردن مقدار مصرف برق بالاست، ایرانیا زیاد برق مصرف میکنن، در که مملکتی که 70% بیزنسش خوابیده چگونه میتونه برق زیاد مصرف بکنه. و بعد جای دیگه هم گفتن این مقداری که حتی این برق باعث مرگ انسان ها میشه، و مرگی که این تولید میکنه از آلودگی هوا 20 برابر همه جای دنیاست، که همه اینها نشانگر این بود که اینا به زودی احساسشون اینه که به اصطلاح کفگیر به ته دیگ میخوره. بلا فاصله بورس حالت سقوطی میگیره و روز هر روز از این روز تا همین الان روزی 1% 2% اومده پایین، که میشه هفته 10%، و هفته 10% در پایین اومدن در بورس فوق‌العاده است، چون مثلا سقوط بورسی 1987 در نیویورکش میگن پنجشنبه سیاه، اونم یک سقوط 10% بود، و 10% واقعا در بورس یک فاجعه است برای اینا که دارن. در اون سال 87 همه خودکشی میکردن، در داخل رژیم هم مطمئن باشین حالت خودکشی وجود داره، ولی خبرش جایی پخش نمیشه. در همین موقع عکس شماره 2 یه رو همه با هم
برای روز قوه قضاییه همه با هم وارد شدن. صادق لاریجانی عکس شماره دو در کنار چه میدونم علی لاریجانی و جلوش جنتی، کنارش روحانی، همه با هم هی به هم نگاه میکردن، هی میخندیدن که همه با هم هستیم و متحد هستیم. و در این عکس ها رفسنجانی حضور نداشت، شاهرودی رئیس قوه قضاییه سابق وجود نداشت که بعد از نیمه مرگ کنی ریاست مجلس خبرگان رو داره، و دیگر از همه جلیلی حضور نداشت. یعنی یه حالتی بودش که این عده جمع شدن، روحانی، برادران لاریجانی، جنتی هم که همه جا میره، هر جا پاش بیفته میره، اینا برای تو دهنی در مقابل روحانیته که میگن ما با همه با هم متحد میشیم در مقابل شما که در واقع مدیران بازی هستیم و سرمایداران اصلی رژیم جمهوری اسلامی. در این نطقی که در این برنامه در عکس شماره دو میشه اعلام میکنن که ما 800 هزار زندانی در ایران داریم، یعنی 800 هزار گروگان داریم. هر خانواده در ایران، مردم بدبختن، اغلب خانواده یک زندانی دارن، ما هر کدوم اینا رو یعنی تهدید به کشتن اینا که این 800 هزار خانواده ای که معمولا همون خانواده های فقیری هستن که میتونن تکون بخورن، اینها تکون نخورن. بلافاصله بعد از این بازی بور و وقتی وضع بورس خراب بوده، لاریجانی که در میاد سعی میکنه یه جلسه با اصناف و سرمایه‌داران برگزار کنه، عکس شماره 3 و برنامه به نفع خصوصی سازی، و میبینید که سالن همش زنهای چادری نشستن با بچه و مچه، و آدمایی هم که نشستن همه قیافه حالشون گرفته است، یعنی عده زیادی سرمایه‌داران به برنامه نیامده بودن و اینا مجبور شده با زنها و بچه ها سالن رو پر کنن. و عملا درست 10 دقیقه بعد از اینکه قیافه همه با هم هستی مداده بود، وقتی وضع بورس خراب شده بود، این علی لاریجانی به فکر خودش افتاده بود و در مسیر خودش کار میکرد. در همون روزم مجلس اعلام میکنه یکی از این اعضای مجلس روحانی بی‌عرضه است، ما این رو باید کنار بذاریم، احمدی نژاد رو باید به طور علنی محاکمه کنیم، یعنی همه پرونده هایی که مربوط به احمدی نژاد نوکر رفسنجانی همه رو در بیاریم، گروه رفسنجانی رو عود کنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام رو عود کنیم، یعنی همون برنامه هایی که این لاریجانی میخواست با اون داردسته خودش قبلا اجرا بکنه. در همین زمان پاسداران هم که از بازی در واقع عضوی از اینها در برنامه قوه قضاییه شرکت نداشت، در حالی که قوه قضاییه بدون پاسداران برای جلب آدم ها هیچه، اینا هم میخواستن خودی نشون بدن عکس شماره 4، چون پلیس ندارن ادهی رو گفتن طرح پلیس افتخاری برگزار شد و میبینید که 15 نفر بیشتر نتونستن جمع کنن. در جای دیگری اومدن گفتن که طرح جمع آوری این بشخاب ها در مشهد که عکس شماره 5 هست، من عکس رو بزرگ کردم، اونجایی که این به اصطلاح این جرسخار رفته چیزی رو جمع کنه بشخابی دیده نمیشه، سایه اون خود باباست روی دیوار افتاده، و از همه جالبتر پرچم های جمهوری اسلامی روی نماز وصل شدن. این ساختمون دولتی بوده، مال همین به مسکن خود این پاسداران ارشد بوده، در دم مسکن خودشون نمایش درست کرده بودن که بگن ما توانایی جمع کردن بشخاب داریم. من یادم چند سال پیش هم میگفتن با تناب و راپل و اینا میریم، اونم در یه منطقه اجرا شده بود که فقط خونه های افسران سپاه پاسداران. به هر حال وقتی که جایی نداشتن فقط اومدن گفتن ما پژاک رو شکست دادیم و منحل کردیم، چون که این حرف هم زدن چون که آمریکایی‌های بند میگن اینا در عراق موفق شدن در مقابل داعش بیستن، در اینا در مقابل جیش العد و جندلا زه زدن و موندن، واسه همین واسه این که بگن که از موقعیت استفاده بکنن اسم پژاک رو مطرح کردن، که جوابشون هم همین پژاک چند روز بعد به طور بسیار سنگین و خونی داد. برای در اون روز برای اینکه باز بگن کسی هستیم گفتن ما اجازه باز شدن قهوه خانه رو نمیدیم، که باز هم اون هم
فقط برای اینکه بگه ما جلوی مردم رو میگیریم، ولی عملا چون کسی نمیدونه تعداد کسایی که میخوان قهوه خونه باز کنن چقدر و نیست، عملا یه حرف تو خالی بود. در همین روز خانواده رفسنجانی و خمینی از بازی اوت شده بودن. حسن خمینی هم برنامه میذاره عکس شماره 6 کتابی در مورد خانوادهش که میبینید باز تعداد شرکت کنندگان فوق‌العاده پایین بوده و قیافه خود این حسن بشکی هم بسیار خراب. در اون روز بازی فوتبال بوده و دوباره نماینده انگلیس در بازی توکلی اعلام میکنه در ایران فساد زیاده، در همه زمین‌ها فساد زیاده، که حالت تنش در مورد مردم ایجاد کنه. عکس شماره 7 در پایان روز میبینیم که در قهوه خونه ها پخش فوتبال ایران و آرژانتین رو ممنوع کرده بودن، مردم گهگاه جایی که اگر تلویزیون فروشی بود تماشا میکردن. بازی هم که دیدید چی بود، یک داوری پنالتی ایران رو نگرفت و بعدن هم در اومدش که هر وقت اینا میخواستن پاس بدن میرفته بین توپ‌ها میستاده و در نهایت سازمان جهانی فوتبال دو سه روز بعد این رو اخراج کرد. ولی فایدهش برای ما چیه؟ این نشون میده که به هر حال در داخل نظام جهانی عده‌ای هستن که نمیخوان این نظام سقوط کنه، چون جمهوری اسلامی شکایت کرده بود صداشون در نیامده بود. ولی مدیر فیفا، من در یکی از برنامه‌های سابق گفتم، یک شخصی وابسته به انگلیس از فراماسون‌های معروف و به احتمال قوی به دستور انگلیس، این بابا رد کرد تا همچی کار دیگر اتفاق نیفته و اگر موقعیتی برای سقوط نظام هست این زیر سوال نره. ولی بر داخل نظام همه خوشحال شدن. عکس شماره 8 است و من در هفته پیش نشون دادم، گفتن بچه ها متشکریم، در فردا در مجلس هم خیلی شادی کردن، گفتن اینا خیلی خوب بازی کردن که باختن. و عکس شماره 9 که اتفاقی در خبرگزاری فارس بین همه عکسایی که چاپ شده یک جایی هست، میبینید مردم عادی واستادن و دارن چپ چپ رو اون عده‌ای که شادی میکنن نگاه میکنن، چون برشون عجیبه که در شبی که تیم ایران باخته به هر حال یه حدود 10-15 نفر تو هر محله شادی بکنن و پرچم جمهوری اسلامی رو نشون بدن. در این شب واقعا یک روز بحرانی بودش، روزی که همه اینا میخواستن خودی نشون بدن موفق نشده بودن. نیروهایی که برای شادی شکست تیم در خیابان بود بسیار کم بود و از ترس این که دوباره فرداش یه حالت بحرانی در بوز پیش بیاد، محسنی اژه‌ای در کنفرانسی گفتش که ما به سختی در مقابل پولدارایی که بخوان از مسیر خارج بشن میستیم و از این حرفا تا ببینیم نتیجه این چی میشه. در روز یک شنبه باز اینا صحبت از خشکسالی در ایران کردن. در همون روز، باید روز اصناف بود، عکس شماره 10 نتونستن کسی رو جمع بکنن. قوه قضاییه باید 5-6 هزار نفر رو جمع میکرد در استانهای مختلف، این اتفاق نیفتاد، فقط تونست حدود 30 نفر رو، عکس شماره 11، حضور رهبر ببره. یعنی 30 تا آخوند به اصطلاح هستن که محکم در قوه قضاییه در کنار نظام واستادن و نه بیشتر. در این روز دوباره بورس حالت سقوطی پیدا میکنه، ولی این دفعه دیگر صدای از محسنی اژه‌ای از بگیر بگیر نمیاد و جایی هم روحانی یا دولت دیده نمیشه و این باز باعث بحران در داخل نظام بوده، چون هفته پیش روحانیت اومده بودش که مدیریت کل بازی رو از روحانی گرفته بود و این بابا انگار قهر کرده بود یا بلد نبود چیکار بکنه که میخواست قدرت رو دوباره بگیره و نمیتونست به هر حال موقعیت خودش رو تثبیت بکنه. بلافاصله از سوی آمریکا دو نفر برای مذاکره به ایران میرسن. اول عکس شماره 12 وزیر خارجه نیوزلند که اول با ظریف ملاقات میکنه و بعد با رفسنجانی، و به دیدن رفسنجانی میگه، چون ظریف میگه که آقا از دیدگاه ما تمام تحریم ها غیر قانونی هست، به خصوص تحریم های سازمان ملل، چیزی که تا حالا اینا نمیگفتن، و اگر مذاکره به بنبست بخوره ما دوباره به غنی سازی 20% برمیگردیم، یعنی همون سیستم
که در زمان همین جلیلی بود و برمیگردیم به اصل بازی، چون در واقع مدیریت بازی اون وقتی که دست اینها خارج میشه. از سوی دیگر هم یک شخصی مسئول پارلمان کره جنوبی به عکس شماره 13 به دیدن لاریجانی میره، اینم میخندیده، ولی در نهایت قراردادی حرف صحبت جدی اونجا مطرح نمیشه. و در داخل سپاه پاسداران رسانه تسنیم اعلام میکنه اگر امروز به شکست بخوریم تمام بازی رو ما میبازیم. و اینها در اون روز از سوی سپاه بازار خبر دیگری هم میشه که در کردستان احمدی مقدم عکس شماره 14 میخواد انتخاب جدیدی بکنه برای ریاست کل ناجا در کردستان، که این میشه به این طریق تفصیل کرد که مدیر که در بازی بوده مسئول قوه ضربتی کردستان نظام رو ترک کرده بوده، اگر این دلیل نداره که آدمش رو عوض بکنه. و در همون روز سلامی که الان همش جای جعفری ظاهر میشه میگه ما میخوایم بدنه سپاه رو جوان بکنیم، که یعنی که پیرها گذاشتن در رفتن و نظام رو رها کردن. در این روز این روحانی کسی کاری نمیتونسته بکنه، میاد طرح میذاره شبکه ویکیشیا رو درست میکنه، شیعه ویکیپدیا، ویکیپدیای شیعه، عکس شماره 15 که بسیار مسخره است. و باز من عکس رو بزرگ کردم، میبینید آدمایی که تو سالن نشستن آخوند نیستن، آخوندا برای برنامه نیامده بودن، و زن چادری آدم بدبخت هر کی بوده رو یا این سیامیاها رو جمع کرده و اون سالن رو پر کرده. در شبش عکس شماره 16 برنامه بسیار مفصلی به تجهیز از کمران که از مورای آمریکا بوده، مسئول تغذیه نیروهای اسلامی اون زمان آغاز انقلاب در فلسطین، و این اون یارو وزن برداره یا کشتی ابوالفضل چی رفته به اینا پیوسته و میخواد در سیستم آینده کچلوار بپوشه و دوباره مردم زور بگیر. در روز دوشنبه میرسیم، از سوی سپاه پاسداران افشاگری میشه که 800 تانکر عکس شماره 17، 800 تانکری که قرار بوده نفت به ایران بیاره از راه افغانستان، در مرز اینها متوقف شدن. و خود این نشون میده که آمریکا یواشکی به اینها نفت و سوخت میرسونه، و در جایی که اینها زیر بار مذاکره نمیرفتن هفته پیش، مرز رو بسته که نفس اینها رو بگیره و بخواه. و همین دلیلی که اینها یکم به اتپتی افتادن و میگن سوخت پیدا نمیشه و چه بکنیم از این حرف. در این روز دوشنبه این کارگرانی که دو روز قبلش در مقابل بانک ملی بودن به مقابل بانک ملت میرن، که اونم جزء سهامداران قند اهواز، بازنشستگان فولاد هم به تهران میان و در مقابل پارلمان تظاهرات میکنن. از سوی دولت خبرهایی که میاد بسیار جالبه، میگن بله مملکت پول نداره، تقصیر احمدی نژاده، به هر حال ما 600 هزار کارمند زیادی داریم، یعنی آقا به پیکارتون برای کسی پول نداریم. و خبر دیگری هم که میاد یکی کردن مناطق ایران و تبدیل به 5 منطقه است، که اینها همه رفت اونجا پیدا میکنه که اینا برای هر منطقه مدیریت کافی ندارن و میخوان یه جوری عدم حضور خودی ها در کنار خودشون برای ادامه بازی رو به جوری قائم بکنن. باز بورس حالت سقوطی میگیره و باز هم روحانی جایی دیده نمیشه. در این روز باز هفته قوه قضاییه ادامه داشته، جماعتی که در اون روز حضور رهبر بودن باید میرفتن فکر کردن برن سر گور خمینی، دوباره تجدید بیعت، عکس شماره 18، تعدادی که میان از تعداد 4 روز قبل کمتر بوده، یه روز قبل، یعنی در اونجا یه عده تظاهرات میکردن به اینا، سر اینا فریاد میزنن و هر جا اینا برن 4 نفر آدم هست که به اینا ایراد بگیرن. این عکس شماره 18 رو خوب تماشا بکنید ببینیدش که زود چپیدن رفتن تو مقبره اون منفور، و که این جسدش اونجا نیست، این در سوریه است، در اون منطقه زینب. برای رفسنجانی میبینه که قوه قضایی اینا ضعیفن، روز مبارزه با قاچاق و هروئین
روز جهانی اون رو جشن میگیره، در حالی که اون 4 روز دیگه بوده و عکس شماره 19 این هم تعدادی جمع نمیکنه. و این رحمانی فضلی از نوچه های لاریجانی رو میبینیم که پشت سر این بابا راه میره و این پیوسته بوده یواشکی به رفسنجانی که بلکه دیدن ممکنه این بیاد جلو، اون لاریجانی که با داداشش کاری نکرده خودشو بندازه توی بازی اینکی. در همون روز کری به بغداد میرسه و به المالکی میگه آقا برو کنار، و اینها در واقع باید دفاع میکردن از مالکی، چون مالکی شیعه است و خامنه‌ای صداش در نمی اومده. مکارم فتوا میده باید بریزیم و عراق رو نجات بدیم. از سپاه پاسداران خبر میاد آقا ما اگر خامنه‌ای بگه فرمان رو اجرا میکنیم، که خامنه‌ای هم فرمان نمیده. و سپاه پاسداران برای اینکه از بازی اوت نشه شروع میکنه به تبلیغ برای خودش، ما داریم کشتی های جنگی میسازیم، ما یک سیستم ضد دفاعی هوایی فوق العاده ساختیم، ما افق تیوی رو راه انداختیم، چیزایی که واقعا حرفای قدیمیه که تا حالا صد بار اینها زدن. در همین روز نامور روسیه در ایران بوده و اینا دنبالش بودن که کمکی ازش بگیرن، خرید دو تا مرکز اتمی در ازای دادن نفت و این چیزها که رابطه رو با روسیه گرم بکنه، که در روسیه اعلام میکنه آقا ما قبول داریم، ما بهتون میفروشیم، ولی برید سپتامبر بیاید دوباره در موردش صحبت کنیم. در همون موقع نوری المالکی از آمریکا هواپیما خواسته بوده و آمریکا به این هواپیما نمیداده، چون نمیخواد این داعش بمباران بشه. روس ها میرن پیشنهاد مالکی میده به روس ها، میگه آقا ما هواپیما جنگنده سوخوی میخوام. روسیه میگه من 3 روز دیگه به تحویل میدم، و 3 روز بعدم بهش تحویل میده و این بابا میتونه بمباران این گروه وابسته به آمریکا رو شروع بکنه. این جالبه، ببینید در یه جایی که منافع روسیه هست همون روز هواپیما رو میرسونه، در موقعی که منافعش نیست که کمکی به این نظام بکنه رابطه رو حفظ میکنه ولی چیزی به اینها نمیده. در همون شبش آمریکا جواب به هر حال رفتن اینها به طرف روسیه ولی باز کوتاه نیومدنشون رو به این صورت میده که بمبگذاری میشه در منطقه حزب الله، عکس شماره 20 هستش، و 4 نفر از اعضای سپاه پاسداران هم به دست پژاک کشته میشن. در روز سه‌شنبه فردای روز کری به دست بارزانی میره، میگه باید با هم یکی بشیم و این مالکی رو بندازیم، که البته کردها تکون نمیخورن. بعد نیتو میاد میگه باید حمله بکنیم، که در واقع منظورش حمله بوده که بریم مالکی رو بندازیم ما، نه اینکه جلوی داعش رو بگیریم. و در داخل نیتو هم کسی حرکتی نمیکنه و چین میبینه اوضاع خرابه، در نهایت فکر میکنه که خب اگر اینا حمله کنن و داعش اون عراق رو بگیره تمام منطقه کنفرکون میشه و این نظام جمهوری اسلامی سقوط میکنه، چه بهتر که قراردادهاشو با این کم بکنه. از چین اعلام میشه کسی که مسئول فروش نفت به ایران بود مرد، مثل داستانهای ملاست، میگن بله مرد و دیگه قراردادی نخواهد. فرانسه در اینجا کار بسیار جالب میکنه، فرانسه همیشه دو سره بار میکنه، اول میاد میگه که مذاکره با جمهوری اسلامی ایراد داره، یکم نزدیک به انگلیس باشه، بعد میاد یک جایزه بسیار والایی به این شجریان میده که این گروه جزو خوانندگان مورد علاقه مجاهدین خلق بوده، قبل از انقلاب برای این آواز میخوند، همراهش و عزیز و اینا، درد مشترک به نفع مجاهدین بوده بر ضد شاه، که بیان یکم بچسبوننش به اطلاع به طرف اون کسانی که در آینده آمریکا میخواد به سر کار بیاره. در همین روز سه‌شنبه وضع نظام باز خراب بوده، اعتصابات دیگری، اعتصاب در سیمانسازی آب یک و سر و صدا یه عده که رفته بودن زیارت به عراق و اونجا به دام افتادن، و این گروه قاسم سلیمانی که میگن همه جا رو گرفته به داد اینا نمیتونسته بیسه چون اصلا نیروی نداره، و وضع داخلی و عدم سوخت هم کار به جایی میرسونه که رژیم اعلام میکنه آب سد کرج به اصطلاح در دست دولت فقط باید حساب بشه و به مردم داده نمیشه، چون میبینه که دیگر
با مشکلاتی که با آمریکا پیش اومده، رابطه‌ای که میخواد در غرب ایران در عراق ایجاد کنه، وضع تحریم‌ها خراب خواهد شد، باید آب‌ها رو برای تولید برق نگه داره. بورس در اون روز باز هم سقوط میکنه و ایسنا وابسته به رفسنجانی اعلام میکنه این پالایشگاه‌های بندر عباس ورشکسته شدن، بانک ملت سهامش از بین رفته، فولاد مبارکه سقوط کرده سهامش، سایپا سقوط کرده، هولدینگ قدیر سقوط کرده، یعنی یک وضع خراب، همون وضع خودکشی که من بهتون میگم. در این موقعیت پارلمان باید حرفی میزده، اینا میگن ما نمیدونیم ما باید عراق چیکار کنیم، اگه عراق از ما کمک بخواد ما بهش کمک میکنیم، در که عراق از اینا کمکی نخواسته بود و کمک هم نخواست، از روسیه خواسته بود که اونم بهش انجام داد. ولی در این روز پارلمان اولویت دیگری در صدر را داشت، استیضاح رحمانی نوکر رالیجانی که رفته بود پشت سر رفسنجانی را رفته بود، عکس شماره 21 هست، من این رو انداختم فقط نشون بدم که صندلی ها اغلب خالیه و این مجلس در واقع یک پوسته توخالیه که و با همین باعث خنده همون رحمانی هم شده، چون میدونه که اگر از اینجا آتش کنن جای دیگری هستش که بره و خدمت بکنه. در این روز عراق در حال انفجار بود، داخل نظام بورس در حال انفجار بود، قحطی آب صحبتش بود، بعد در داخل نظام چه میگشت، احمد خاتمی کنفرانس داشته بود که دشمن اصلی ما بشخابهای این گیرنده ماهواره هستن، عکس شماره 22، اونم توی یه سالن تقریبا نیمه خالی. پاسداران میان پوزی بدن، میگن 4000 بسیجی در یزد جمع کردیم که در عراق بریم، عکس شماره 23، یه سالنی شما توش آدمی که آماده حرکت و تنش و کشتار و چه میدونم اینا باشه نمیدین، دو سه نفر شاید رو هم رفته، 20 تا با لباس نظامی بیشتر اینجا نبودن و معلوم نیستیم برنامه مال چی بوده، عکسشو برداشتن برای این مسئله 4000 بسیجی استفاده میکنن. در شبش گفتن تظاهرات بزرگ در تهران زیر فرماندهی و سخنرانی سردار بزرگ اسلام، عکس شماره 24، سردار جعفری که نرفت، جاش جلیلی رفت و تعدادی باز نبودن و ایراد داره عکس، جلو همه توی ساین، عقب تو آفتابن که خب معلومه عکس ها رو از جاهای مختلف آوردن چسبوندن و این افتضاح رو بالا آوردن، چون کسی نه به طرفداری از رهبر نه ضدیت با داعش به خیابان رفته بود. نظام در حال شکاف خوردن بود، باز اینها کوتاه نمی اومدن، در مقابل آمریکا ایستاده بودن. سه پاسدار دیگه در کرمانشاه در حال گشت بودن، به نفع نظام مسلسل بسته میشن و آمریکا در رسانه ها پر میکنه که اینا به عراق خیلی کمک نظامی کردن و اونجا گرفتار خواهند شد که بقیه کسانی که وابسته به سپاه پاسداران فراری بده. فرداش این سلامی عکس شماره 25 ادهی رو جمع میکرده، فرمانده جدید لرستان انتخاب کنه. این به چه معنیه؟ یعنی فرمانده لرستان گذاشته بوده در رفته بوده و سالون رو تو عکس 25 که نگاه میکنید میبینید که سالون توش نظامی نیست، آخوند هست، لباس شخصی هست، همه چی هست بجز سرباز و نظامی. در این روز باز وضع بورس خراب میشه و قیافه روحانی میبینیم، عکس شماره 26 در جلسه دولت، قیافه تو هم بوده، اعلام میکنن این ذخیره آب باید مشمول تهران، کرج، همدان، اهواز، مشهد و اصفهان بشه، یعنی وضع کمبود سوخت در ذخیره‌های نظام فوق‌العاده بحرانی بوده و اینا فکر میکردن با نزدیک شدن مذاکرات و این حرفا یک به اصطلاح آوانسی بگیرن که نتونسته بودن بگیرن و از سر کوتاه آمدن در میان سخنگوی وزیر خارجه اعلام میکنه سردار قاسمی در عراق نیست و ما همونجا نیرو نداریم، اگر عراق از ما کمک بخواد ما کاری میکنیم ولی قبلش هیچ کار نمیکنیم، یعنی فتوا و اسلام و شیعه رو بذار در کوزه آبشو بخور. در همون روز قوه قضاییه میبینه آقا روز قبلش 3 تا پاسدار رو کشتن، روز قبلش 4 تا پاسدار رو کشتن و از سوی دولت
برنامه سرکوبی اعلام نمیشه، اعلام میکنه که ما در هفته اخیر 7 نفر رو در رشت اعدام کردیم. از سوی کانادا که وابسته به آمریکاست، 90% بیزنس درآمدش به آمریکاست، اعلام میشه ما از آمریکا میخوایم مسائل حقوق بشری رو وارد مذاکرات بکنیم. در همون شب باز مسابقه فوتبال بود با سربی و اوضاع ممکن خراب بشه، مجلس لاریجانی به جان دولت میفته، حمله به بانک مرکزی که مسئول کلاهبرداری 3000 میلیاردی بانک مرکزی بود که این ورقه های LC بدون پشتوانه میداد، حمله به وزیر کشاورزی که باعث کمبود آب تو هستی، قرارداد چمیدن با انگلیسا بستی برای تغذیه حیوانات، و حمله به وزیر علوم فرجی دانا که این وضع دانشگاه ها اگه شروع شدونم یه کاری بکنن 3 تا 4 تا وزیر دولت رو زیر سوال بدن، کل نظام رو سقوط بدن. در همین شب مجلس خبرگان جمع میشه بدون رفسنجانی و بدون روحانی، عکس شماره 27، و اعلام میکنن که از این به بعد شاهرودی مدیریت این سازمان رو داره تا زمانی که کنی در حالت کما هستش یا هر حالتی براش پیش بیاد، و یزدی هم که در عکس شماره 27 کنار شاهرودی در اون عمام سفید است نشسته، اون هم میگه من تذکر شدیدی به آقای روحانی دادم که اگر به همین مسیر ادامه بده از حوزه ما این رو اخراج میکنیم. یعنی که وقتی که اگر اینو از حوزه اخراج میکنن دیگر دلیلی نداره که این در مشروعیت رئیس جمهوریش بمونه و از رئیس جمهوری هم خواهد افتاد. به هر حال مسابقه فوتبال بود، وضع بحرانی بود، فشار مسئله عراق بود، عدم امکان عکس العمل پاسداران بود، و اینا میخواستن بازی رو آروم بکنن تا بورس سقوط دیگه نکنه، و بورس به هر حال در روز پنجشنبه بسته است و اینها این رو پیشگیری کرده بودن برای شنبه این هفته، که البته اینا هست کدوم کارا نشد. در اون شب هم تیم فوتبال به هر حال باخت، اون تیم بوسنی قوی تر بود 3 نفر، چون میدونم بین المللی داره از این حرفا، و حرکتی هم از سوی مردم نشد، ولی واقعا باعث ناراحتیه که مردم هر موقعیتی که پیش میاد و میتونن استفاده کنن خشمشون رو بریزن بیرون استفاده نمی کنن، و یک نظامی که همه قسمتاش تیکه پاره شده، همه به جان هم افتادن، باز میتونه سر کار بمونه، و این مثل ماشین مشتی ممدلیه، نه بوق داره نه صندلی، فرمون نداره، موتور نداره، و عوضش 5 تا راننده داره، هر کدوم یه تلفنش میدن، هر لحظه ممکنه چپه بشه، ولی مردم استفاده نمی کنن متاسفانه. میرسیم به روز پنجشنبه 5 تیر، اینها اعلام میکنن اصلا در تمام ایران در تابستان آینده برق نخواهد بود، در اون روز تمام اتاقهای اصناف بسته میشن، چون که در این هفته با اینا همکاری نکردن. روز جمعه، روز چی میگن این وضع، روز صنایع معادن و تجارت بود، با 1 روز جلوتر دولت این رو برگزار میکنه که از دلجویی بکنه از پولدارهای نظام، خبر اعلام میکنه در زوباهن رو زیاد کرده، قسمتش عکس شماره 28 هست، در زوباهن هیچ عکسی از کارگری دیده نشد، در وسط هفته کارگری اونجا نبوده، و جلسه ای هم که با مسئولین تمام کشور به هر حال بود در حضور نعمت‌زاده میبینید و با حضور مدیران هم و زوباهن، سالن بسیار کوچیکه و کسی با اینها راه نیامده. در همین روز از سوی این سازمان تقلبی مدافعان حقوق بشر که تو ایران هست صحبت از 11 اعدام میشه با اسم طرف، که بعد اسم چاپ میشه یعنی سیاسی بوده، و البته به عنوان تجاوزگر، قاچاقچی و اینها. دوباره نظام میره سراغ همین برنامه سبز، شهابی اینا، و عکس شماره 29 اون خانومی رو که اول عکس من نشون دادم در روز 16 ژوئن در خیابان تظاهرات میکرد به نفع پسرش، میگن این مادر یکی دیگه بوده که سبزه و 2 ماه پیش کشته شده، زیر ماشین رفته،
ببینید نظام چقدر فاسده. خبر مال سایت جرس این کثافت سبز و یک زنی رو که تنها اومده بود به خیابان با شجاعت از پسر اشتباه کنه، الان از مادری اون برادران دهقانی حذف کردن، بعد زیر کوچه زیرش گرفتن، بعد گفتن مادر یکی دیگه است که تبلیغ بشه برای محسن قشقایی زاده عضو جنبش سبز که طرفداری در داخل ایران نداره. این عکسش و تفصیلاتش در یوتیوب در سایت فریدام مسنجر هست، من اینا رو به هر حال ضبط کردم، هر کسی که طرفدار حقوق بشره بخواد من در اختیارش میذارم. این کثافتکاری سبز رو که مرده های ما رو میدزده به حساب خودش میذاره جلوش رو بگیریم و مردم به جان همه این کثافت ها بیافتن. در اون روز نماز کلی جمعه به نام برای رهبر در روز هفته دیر بود، یک دونه عکس چاپ نشد چون خبر تقلبیه. روز خاکسپاری یک پاسدار مرده در سوریه بود، باز هم یک عکسی نبود و نظام در حالت بحران فقدان آدم بود. یهو سازمان ملل دادش در میاد یک جوانو در این هفته جمهوری اسلامی میخواسته اعدام بکنه، کار بدیه، در حالی 18 نفر رو خودش اعلام کرده بود که سیاسی بودن و من اعدام کردم. این هموطنان ما، وضع ما. جمعه میرسیم به چه وضعی؟ جمعه نظام یک هفته سقوط بورسی داشته، آمریکا فشارهای نیمبند چپ و راست میداده، یهو اینا جری میشن. در نماز جمعه احمد خاتمی میگه شعار مرگ از آمریکا، مرگ در آمریکا از دهانمون نباید بیفته. بعد یکم هم شروع میکنه به مالیدن برادران لاریجانی که چقدر خوب هفته این هفته عمل کردن، نشون میده با اینها مشکل داره، از اینها میترسه روحانیت. صحبت از کمبود آب میکنه در نماز جمعه که خودش نشانگره که این مسئله آب بسیار جدیه. از سوی سپاه پاسداران اعلام میشه ما برای ماه رمضان آماده ایم. آماده چی؟ آماده قائم شدن. و از سوی ظریف هم اعلام میشه ما پروتکل الحاقی رو امضا میکنیم اگر لاریجانی بخواد، یعنی اینکه پیوستن دولت به لاریجانی ها برای ضدیت با جلیدی که خودش پیامد دعواهای فوق‌العاده سنگین رو در داخل نظام داره. در اون روز وزیر خارجه انگلیس به بغداد میره و میگه نقش ما نیستش که انتخاب کنیم کی باید رئیس جمهور بشه در منطقه، کی باید قدرتمند باشه، ما باید بر ضد تروریسم بیستیم. من این رو بهتون میگم، این بسیار مهمه، باید از این موقعیت استفاده بکنیم و در آینده ایران رو رقم بزنیم. نتیجه گیری این هفته چیه؟ پی در پی سقوط بورس، این داعش در خارج از کشور، عدم حضور پاسداران که اصلا پیشرفت های همین داعش برحال با کمک آمریکا بی کمک آمریکا با هر چیزی نشانگر اینه که این سپاه پاسداران قدرتی نداره، در داخل قدرتی نتونست از خودش نشون بده. لاریجانی ها توپی اومدن نطق کردن، کاری نکردن، حرکت بکنید چون راه دیگری وجود نداره. من فقط یک چیز یادآوری میکنم، در سالهای پیش، مدتها پیش، این انگلیسی ها وضع خراب بود، شخصی به اسم سگزیا رو میخواستن بیارن، یه آخوند هوچیگری بود، خودش نمیتونست بیاد، از یک نظامی کمک میخواست، نظامی پیدا نمیشد، رفت یک نظامی که یکم به اسم درجهش پایین تر بود، رضا شاه رو که هنوز موقع یک افسری بود آورد در کنار خودش و بامبولی رو در راه خودش آورد. اتفاقی شد که اون بابا اون سگزیا انقدر هچر حرف بود که خود انگلیسی ها بود آقا برو برو که خراب کردی، و نتیجه بازی افتاد دست رضا شاه. اتفاقی بود که این شخص ملی باشه، اتفاقی بود که اینقدر پرکار باشه، و اتفاقی بود که تونست حمایت داخلی ها رو بعضی ها رو جلب کنه و ایران رو بسازه. این امکان دوباره اتفاق افتادنش صفر مطلقه. خارجی نمیاد آدمی رو که ملی باشه بهش کمک کنه، حتی اگر نیمچه ملی باشه بهش کمک نمی کنه، یکم بچه ملی داشته باشه بهش کمک نمی کنه. هیچ راهی نداره جز اینکه این نظام سقوط کنه. در نهایت یک عنصر کثیف و توفیلی مثل فخرآور و کتشلوار بپوشونن بیارن بذارن رئیس جمهور شما و این مملکت رو به ناکجا آباد ببره. اگر نمیخواید به اون وضع بیفته خودتون به خیابان بیاد و فریاد رضا شاه سر بدید، بلکه رضا شاهی پیدا بشه. ولی اگر فریاد دموکراسی بدید همین سیستم انگلیسی آمریکایی میاد، بدبختی شما بیشتر میشه. اگر آزادی ایران رو میخواید به خیابان بریزید، خیابان رو بگیرید،
نیروهای که با هم بر ضد نظام در حال اعتصاب هستن و به هم اتصال بدید، راه ها رو ببندید که اینها فرار نکنن و در نهایت با شعار درست ایران قوی یک رئیس خوب این راه آزادی ایران رو با امکان ایجاد بروز شخصی معادل یا یک دهم رضا شاه رو امکانش رو فراهم بکنید تا با اون ایران رو بسازید. بعد انشالله اگر ایران آرام شد 10 سال بعدش بیاد قدرت رو به یک دموکرات بده که اون بتونه واقعا دموکراسی رو اجرا کنه و مردم نماینده های خودشون سر کار بیاد، نه نماینده هایی که با پول آمریکا با قدرت آمریکا بیان و برنامه های آمریکا رو اجرا کنه. با درود بر شما، با درود بر کسانی که به خیابان خواهد آمد و امیدوارم بیان تا این برنامه که الان فوق‌العاده شده، که این سیاستی که آمریکا انتخاب کرده که فوق‌العاده غلطه و همه رو در منطقه دشمن خودش کرده، روزها رو در کنار مسلمان ها قرار داده، انگلیس رو در مقابل آزادی خواهان در کنار آزادی خواهان قرار داده، از این موقعیت استفاده بشه و ایران آزاد بشه. با درود بر شما، تا هفته دیگر، کاوه محسنی از پاریس. تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بنباد، همه لبدوخته ای هنگام فریاد، به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم، خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخره کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بن‌بست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری